و این امر حق رأی به زنان، حق دادن حق رأی به زنان، موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. من نمیدونم این چه چیزیه که علمای اعلام موجب نگرانیشون شده. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب داعوی ملت مسلمان شود. دوستان میتونن در صحیفه امام که حالا به این نام هست در جلد یک صفحه 78 اینو ببینن. جالبی که دو صفحه بعدش در صفحه 80 خطاب به اسدالله اعلم نخست وزیر وقت میگه که ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف است با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مرجع فتواست. این در واقع استناد دارد به اون متمم قانون اساسی مشروطه. من در همین جا فکر میکنم کفایت میکنه برای اونایی که باید بشنوند. آقای نصر بفرمایید. من موافقی که مستفیض شدیم از فرمایشات دوستان. بنده در مقام پاسخ به اظهارات جناب آقای سامان برادر عزیزم در خصوص حق رأی بانوان اشاره میکنم که کشور ایتالیا سال 1945 حق رأی حاضر شد، بعد از یک سری مجالدات فراوان حق رأی رو به خودمون بده، و کشور آلمان هم تقریبا فکر کنم 2 سال قبلش یا 3 سال قبلش این حق به بانوان داد و قبل از اون از اعطای این حق به بانوان امتناع میکرد. پس نها کنین کمتر از 60 سال 70 سال هستش که در اروپا تازه این مسئله جا افتاده. این انتقال به طریق اروپا به مدرنیزم غربی هم پس وارد هست. نه دوست عزیز، نه دوست عزیز، یک لحظه میکروفون رو ببندید، 10 ثانیه یه چیزی به شما میگم. من میگم هر آنچه در غرب و مدرنیزم هست سر تا پاش غلطه. اسلام عزیز و نازنین چرا از روز اول که توسط خدا آمد نیامد بگوید به زنان به اندازه مردان حق رأی قائل شوید؟ جسارتا ناکنین من نمیخوام استناد بکنم به فتوای فقها، چون من خودم به عنوان کسی که تحصیلات حوزوی دارم شاید با خیلی از مباحثی که توسط قدما و فقها مطرح میشه مخالفت بکنم، اما در صدر اسلام مکانیزمی بوده به نام مکانیزم بیعت که یه شباهتی داره با رأی گیری امروزه. در صدر اسلام بیعت هم از بانوان اخذ میشده و هم از آقایون، و یکی از مستنداتی که الان فقها برای جواز رأی دادن خانم ها بهش استناد میکنن همین بیعت در صدر اسلام بوده. حالا من میخوام بحث رو مفصل‌تر بکنم. چه زیادی مطرح شد، جناب آقای کرمیت فکر میکنم اشاره کردن به مبحث زدن زن در قرآن. بله این آیه در قرآن اومده، میفرماید اللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اگر از نشوز زن ترسیدید او را موعظه بکنید، او را در امر هم بستری در مرحله بعدی با او کناره گیری کنید و به این وسیله قهرتون رو به او نشون بدید و در نهایت او رو بزنید. این آیه در مقام بیان حکم نشوزه. نشوز از منظر فقهی با شقاق تفاوت داره. شقاق چیه؟ شقاق زمانیه که بین زن و شوهر اختلاف سلیقه رخ میده. زن و شوهر از نظر فکری، از نظر نگرشی با هم همخونی ندارند. اینجا توصیه قرآن چیه؟ میگه با انخفتم شقاق بینهما و ابعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها. یک نفر از خانواده مرد، یک نفر از خانواده زن بیان بشینن، هم فکری کنن، ریسفیدی کنن، مشکل حل بشه. اما نشوز یک معنای دیگه داره. نشوز یعنی یک زنی آمدن بدون عذر از ایفای تعهدات خودش سر باز بزنه، مشخصا یعنی تمکین جنسی نکنه بدون هیچ گونه عذری. شما فرض کنید یک زنی الان بیمار هست، تازه زایمان کرده، تا 3 ماه شاید نتونه تمکین بکنه. به موجب قاعده لاحرج احدی نمیتونه بگه، شوهر نمیتونه این خانم رو مجبور بکنه به همبستری. اما یک خانومی بدون عذر، صدای بنده میاد؟ بله میشنوید. یک خانومی بدون عذر امتناع میکنه. قرآن میفرماید فاذوهن، نصیحتش بکن آقا، واهجروهن فی المضاجع، قهر بکن باهاش. در مرحله آخر میفرماید میگه فاضربوهن، او را بزن. که تمام فقها گفتن مراد از زدن اینجا زدن مسواک، یعنی چوب مسواک. استنادشون هم به حدیثی از امام باقره، طوری که همه آقایون هم گفتن، طوری که منجر به جرح و حتی شکستگی نشه.
یعنی میتونه با یه چوب نحیف مسواکی زنی رو که واقعا ناشزه است، فرض بفرمایید 20 روز مراحل موعظه و قهر آقا طول کشیده، این خانم تحت هیچ شرایط امتناع نکرده بزنید، باز اینجا مرد خدا به مرد میگه که تو حق نداری زن رو طلاق بدی، یا حق نداری اینو بفرستی خونه پدرشا. اینه شما در وهله اول بایستی میون مفهوم شقاق به عنوان اختلاف سلیقه با نفوذ تفاوت قائل بشید و بعد بدونید که در صورت که زن ناشز بشه این هم مراحلی داره، کما اینکه زن هم میتونه مرد رو بزنه. فرض بفرمایید مرد ناشز بشه، یعنی نفقه نده بزن، ابتدا چیکار میکنه؟ خانم میبره شکایت میبره پیش قاضی، قاضی نصیحت میکنه، قاضی سعی میکنه در وهله دوم او رو تهدید بکنه، در وهله سوم او رو تعزیر میکنه، یعنی میتونه شلاق بزنه. خب بله، اینجا اگر زن هم زورش به آقا میرسه میتونه در مرحله بعد وقتی آقا نفقه نداد آقا رو کتک بزنه، یعنی بعد از اون مراحل توصیه مشفقانه و اینها. و اما راجب مسئله‌ای که میگن زن کشت داره، این آیه در مقام تبیین یک امر تکوینیه نه تشریعی، بین این دوتا تفاوت هست. تشریع یعنی صدور یک حکم، تکوین یعنی پرده برداری از یک حکم طبیعی. فرق آیه قبل از اینکه میگه و نساءکم حرث لکم، زنان کشتزار شما هستن، آیه قبلش درباره احکام حیض بیان میکنه، میگه زنانی که حیض دیدن حق ندارید باهاشون رابطه داشته باشید اون مدت، یعنی دخول در فرد واژن داشته باشید. بعد میگه وقتی این دوره تموم شد میتونید با اونها نزدیکی بکنید، نساءکم حرث لکم، یعنی میاد در مقام تشریع نیست، در مقام تکوینه، یعنی میخواد بگه زن پذیرنده نطفه مرد بعد از جان. بله، ما سعی میکنیم اینجا واقعا دوستان دارن شاهدن که به عزیزان مخالف عقیده خودمون بیشتر وقت بدیم. الان من به شما نزدیک 5 دقیقه وقت دادم، ولی لطف بفرمایید جمع‌بندی بکنید تا دور بعد دوباره با شما صحبت کنم. بله، این مباحثی بود که عرض کردم. طور بعدی من راجع به احادیثی هم که در مذمت زن هست مطالبی رو ایراد میکنم. البته بنده الان چون جایی هستم به رفرنس و به قرآن و اینا در دسترسی ندارم، یه مقدار محدودیت دارم، اجازه بدید من خودم اطلاع میدم هر وقت دیدم منزل به اون موقعی وقت دیگه دیدم. اگه مایکتون رو بزنید من میبینم و ازتون خواهش کنم. بابک جان عرض کنم به خدمت که ناصر عزیز واقعا خیلی وقت میخواد که آدم بخواد همچه خشونت مستقیمی که در قرآن وجود داره آدم بخواد توجیهش کنه که زن چون تمکین نکرد من با چوب مسواک اصلا هم هرچی با پر اصلا بزنمش، اصلا چه حرفیه داریم میزنیم؟ حالا اگر تو همین قرآن اومده برای مرد، مردی اگر تمکین نکرد چه اتفاقی براش بیفته؟ این صحبتی که شما دارید در مورد تمکین میکنی الان در دنیای امروز اصلا به معنی تجاوزه، براش حکم زندان بریده میشه کسی همچین کاری بخواد انجام بده. دوست بعدی خواهشم. آقا کامل بهتون برمیگردیم، عذرخواهی میکنم دوستان خیلی وقته که منتظر هستن. نازن اینجا میشنویم شما رو. سهیل جون میشه من بعدن صحبت کنم؟ بله. عصبانی شدم حقیقتشو بخوای. نه نه کاملا حق داری، کاملا حق داری نازنین عزیز. الان واقعا ترجیح میدم حرف نزنم. نفر بس. آقای فرقان. بله سلام علیکم، خسته نباشید. زنده باشید، بفرمایید. من با یه مثال میخوام این مشکلی که پیش اومده رو، که مشکل فقط این گروه نیست، مشکل خیلی از مردم هست، اینکه ما وقتی یه دستگاهی میخریم، یه وقتی جعبش رو باز میکنیم این دستگاه باش یک کاتالوگ هست، ما تا وقتی که نتونیم این کاتالوگ رو خوب بخونیم نمیتونیم این دستگاه رو بفهمیم که چجوری کار میکنه، چجوری وصلش کنیم، کاراییش چیه، چجوری باید ازش نگهداری کنیم، هر چند وقت باید بهش سر بزنیم و تمیزش کنیم. این کاتالوگ یه چیزی کامل، یه برنامه کامل رو به ما میده که ما بتونیم این دستگاه رو ازش استفاده کنیم. حالا این دین اسلام، قرآن، این یک، اگر به یک سیستم تشبیهش کنیم، این یک کاتالوگ باهاش هست. خداوند وقتی این قرآن رو برامون فرستاد یه سری کاتالوگ، یه سری راه و روش بهمون یاد داد که این قرآن رو چجوری باش تفسیر کنیم، که اینا به هم سیستمه. برای همین وقتی ما بیایم نه فقط در حالا این فضل بهون، نه، در خیلی از موارد من میبینم مثلا میان یه کلمه رو برمیدارن، درود استاد،
میگن این آیه اینجوریه دیگه، این کاملا معلومه، این فاضربوهن، نه دیگه اصلا کاملا فلان. صدای بنده است آقای آرش، میشه میکروفونتون رو ببندین؟ دوستمون دارن صحبت میکنن. صداتون هست؟ بله، فقط میکروفونتون رو ببندین آقای آرش. تشکر میکنم. فرقان عزیز ادامه بدید. بله خیلی ممنون. برای همین میان یک کلمه رو ور میدارن، میگن خب این معنیش که دیگه واضحه، این چیه، این تجاوزه، این خیلی بده. چون حقم دارن، چون میان مثلا وقتی یه کلمه رو تو ور میداری یا یه آیه رو ور میداری، وقتی کل سیستم رو هنوز بهش آشنایی نداری، خب این مشکل پیش میاد، طبیعی هم هست. ولی اگر بلد باشی، یعنی کاتالوگ این سیستم رو خونده باشی که آقا این آیه 3 آیه قبلش داره، 5 آیه بعدش داره، و بعد وقتی بدونی اسلام برای من زن نیست، برای من مرد نیست، اسلام همه جوانب رو در نظر میگیره، مصلحت زن رو میگیره، مصلحت مرد، مصلحت بچه ها، مصلحت خانواده، جامعه، بعد مصلحت های نسل ها. اسلام برای یک نسل نیومده، برای هزاران نسل اومده. خب اینا رو همه رو باید مصلحت رو در نظر بگیره و یه سیستم کاملی بهت میده که تو از این به بهترین وجه باید استفاده کنی. برای همین ما باید این رو کامل نگاه کنیم. نمیشه بیاییم بگیم آقا این فضلبونه، در صورتی که 5-6 تا آیه قبلش هی میگه مرد مواظب باش، مرد زن خیلی محترمه، باید خوب باش صحبت کنی، باید بهش احترام بذاری. این مراحل رو همه رو قرآن میگه، بعد آخرین مرحله که زن نشوز میکنه، هیچ اصلا حرف گوش نمیده، بعد حکم میارن، حکم هم میگه بابا مردت که کاری نکرده، پولتو اون موقع اون وقت میشه مثل خر کتکش زد. نه خیر، نه خیر، نه خیر، همه خواهش میکنم. گفتم این سیستمه، این شما حق نداری از خودت صحبت کنی، شما حق نداری خودت بگی اینو مثل سگ بزنه، اصلا این حرف نیست، این تجاوزه، این ظلمه به هم به اسلامه، هم به ماست، هم به عقل مردمه. اون کسایی که باید فقر بهونه رو بگن، روایت داریم که فقر بهونه یه تلنگری بهش بزنی، که چون اسلام به کیان خانواده اهمیت میده، نباید به آسونی ما کاری کنیم خانواده از هم بپاشه. اسلام داره مرحله بندی میکنه، آخرین مرحله یه تلنگر بزنی با مسواک، با هر چی که آقا دیگه وضعیت به خیلی قرمز رسیده. آقای فرقان توجه کن. آقای فرقان چرا در این کاتالوگ هیچ در واقع فرصتی برای زن، برای اینکه یه چنین چیزی نسبت به مرد داشته باشه داده نشده، و حتما زن باید پاشه بره پیش حکم و خدم و حشم و ناصر؟ توضیح دادن شما بیطرف باشید دیگه. آقای عباس شما برای من تعیین نمی‌کنی که چیکاره باشم، و اجازه هم نداری میکروفون رو بدون اجازه روشن کنی، میری تو آدینس. ازتون خواهش کنم آقای فرقان برای من مشخص کنید، شما که اینقدر اشراف دارید به این کاتالوگ، که چرا در رابطه با زن چنین شورتکاتی، چنین میونبری وجود نداره، حتما باید بره تو نوبت وایس داعیه ببره پیش قاضی و غیره و زاله. بله مثلا میخوام من قبل از ایشون ادامه بدن یه تذکر مشکلی اقدامی بدم. آقای فرقان یه لحظه به عنوان مسئول وقت، خانم مدیر ایشون وقتشون 4 دقیقه تموم شده، شما بفرمایید بابت این سوالی که کردید من چقدر به ایشون زدم. 2 دقیقه. بسیار آقای فرقان بفرمایید. 2 دقیقه. مشکلی که هست، باز من خیلی ها مشکل براشون پیش میاد، اینه که تکوین زن رو که با مرد تکوینن با هم مثل هم نیستن. یعنی چجوری مثال بزنم، یک پراید رو شما نمیتونی با یک وانت مقایسه کنی که آقا مثلا من وانت برای باره، بله من میتونم رو پرایدم بار سوار کنم، ولی اون پراید اذیت میشه، میاد پایین، همه چیزاش به هم میریزه، و از وانت هم نمیتونم مسافربری باش استفاده کنم، اون وانت برای باره. درسته میتونم مسافر، ولی مسافر راحت نیست، و راحتی خودشو نمیگیره، اذیت میشه. تکوین زن با مرد فرق میکنه، نمیتونه خدا به زن بگه مردو بزن. شما قبول میکنی زن بره مردو یه سیلی بزنه، بعد مردی که قوی تره، جستش بیشتره، عصبانی بشه، بگیره زن کتک بزنه از بالا تا پایین؟ این خب نمیشه. هر کسی
با وضع خودش، با وضع، با تمکینی که خدا پس اون برعکسش قابل تعامله. اما مرد زنو بزنه، چون زنم نمیتونه مرد رو بدن بگیره بزنه، بخاطر این عجب استدلال آوردی سهیل خانم. اصلا موضوع این نیست. من نمیدونم اینا به اندازه کافی تریبون دارن برای چی میارینن انقدر بهشون پایین میشه. سهیل جان وقت اضافه نده لطفا. اوکی فرقان عزیز، فرقان عزیز حضور داشته باش، حالا میرسیم خدمت شما. ممنون از پاسخی که دادید، سپاسگزارم. ممنونم ازتون آقای فرقان خانم. خیلی ممنون. من خیلی خواهش میکنم. نازنین بهتری؟ میخوای صحبت کنی؟ اوکی نازنین اصلا نیست. جناب کنم بدتر شد نازنین. سمانه عزیزم خواهش میکنم خودتو کنترل کن، بذار دوستان صحبت کنن. داریم قدم به قدم پیش میریم و بهتر میرسیم که صحبتتو بکنی. جناب پلویس سلام، صدای من میاد؟ بله بله بفهم. آخوند کراواتی خیلی وقت بود نایده بودم. اینجا از هر کالکشنی فکر میکنم که یه کاراکتر داشته باشیم. حالا میشنویم صحبت شما رو. فکر میکنم صداشون قطع شدن. البته من آخوند آتئیستم دیدم. حالا بفهم ادامه بده. پلویس جان صداتو بستی، باز کن و صحبت کن، زمان داری. فکر میکنم از اتاق پرت شدم بیرون متاسفانه. من میبینمش، اجازه بدین رفرش کنم. بیرون نرفتم، فقط میکروفونش. نه چرا، این دیر متوجه میشه. آه اوکی اوکی منصور عزیز میشنم. بله بله ممنونم. عذر میخوام، من در رد برداشت آقا ناصر و در تکمیل صحبتهای آقای فرقان میخواستم عرض بکنم و برای روشنگری، حالا من آخوند بیکرواتی هم نیستم، خب انسان عقاید خودش رو میگه و برداشتهای خودش رو میگه. خدمتون عرضم، ایشون آقا ناصر اشاره به دو آیه از قرآن کردن که در مورد فضربوهن یا همون زدن، این برداشت خودشونه. این ضرب، میدونید شما وقتی الان یه عده تحسن میکنن یا ترک کار میکنن، در زبان عربی بهشون میگن اضراب. این معنای زدن نیست، یعنی تحریمش کن، ازش دوری کن. این یک. یه جایی اشاره کردن که نساءکم حرث، زنهای شما کشتگاه شما. این حرث معنای کشتگاه نیست، این آقا برداشت غلط میکنن. شما یه جای دیگه هم خداوند در قرآن میگه که و من یورد حرث دنیا نؤتی منها و من یورد، این حرث یعنی مکسبهای حلاله، یعنی اینطور نیست که در مورد زن گفته نساءکم حرث. اصلا معنی نساء زن نیست، جمع نسیه، یعنی مکتسبات حلاله. مثلا جایی که گفته الرجال قوامون على النساء، بابا چرا ما توی قرآن یه آیه هست میگه که زوین للناس حب الشهوات من النساء، برای مردم، ناس گفته یعنی جمیع مردم، چه زن چه مرد، زوین للناس حب الشهوات، شهوت ها زینت تمام مردم هستن. حالا این شهوت ها چی هن؟ حب زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنون. نساء اینجا مگه زن ها؟ اگه معنی زن بده، خب مگه زن جز ناس نیستش؟ اینجا باز اینجا منظورش مکتسبات حلاله. الان برداشت هایی که از زنان به اصطلاح کشتگاه مردان، که این غلط اصلا. یعنی چه کشتگاه مردان؟ حرف یعنی همون مکتسبات حلاله. و اصلا خیلی جا هست که اسم نسا که میاد اینا فکر میکنن زناست، در واقع زن نیست، این معنای دیگه ای میده. ضربا هم معنیش این نیست که مثلا بزنید، نه آقا، دوری بکنید، تحریم بکنید. یا مثلا شما یه جایی توی قرآن میبینید گفته که مثلا السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، این میگه مثلا دزد و سارق، معنای دزد میده، دزد زن و دزد مرد دستشون رو قطع کنید. این معنی قطع کردن نیست که، این معنی این که تبعیدشون کنید. یعنی کسی که ثابت شده که زندانیه، کسی که ثابت شده سارقه، این رو نه این که دستش قطع، فقط او ایدی هم یعنی دستشونه، از اجتماع قطع کنید، یعنی سعی کنید اونا رو بندازید زندان. چون اگه معنای بریدن میده، شما وقتی یوسف میاد به اصطلاح در حضور خانوما، اشاره میکنه زنها دستاشون فقط قطعن ایدی، یعنی قطعن مشدده، معناش اونجا معنای قطع میده. یا جایی که موسی به ساحری میگه که
بدون اجازه من ایمان به موسی آوردید، فرعون به ساحری میگه، بعد بهشون میگه لا اقطعن ایدیکم، دست و پاتون رو من میبرم، فرعون به چیز میگه، اونجا معنی قطع میده نه معنی قطع، یعنی این کلمات قرآن هیچ کدوم مترادف هم دیگه نیست. آقایون برداشت غلط میکنه، یعنی چه زن باید تمکین بکنه؟ خب مردم اصلا مگه شهوت و میل جنسی فقط مخصوص مرده که زن باید تمکین بکنه؟ چه برداشت غلطیه؟ ازدواج و شراکت جنسی و نمیدونم زندگی مشترک میگه فقط نیاز جنسی مرده تأمین میکنه؟ یه زندگی مشترک، برداشت های غلطی که آقایون میکنن از قرآن برداشت میکنن، باعث این فقه مگه کیه؟ فقه میار استناد میکنن به روایات و احادیثی که 1400 سال فهم شنونده معلوم نیست ازش چی بوده، جایی که نوشته نشده، فهم راویه، فهم کسی که اینه منتقل میکنه به من که اصلا متوجه نکته شما شدیم، فرمایشات شما متین، ولی نکتهش اینه که چرا همین حرفات درست برعکسش نیست؟ یعنی خطاب به زنان درباره مردان هست آقا، هست، باور بفرمایید هست. ببینید در یک آیه وجود داره که اصلا من اگر مایل باشید کل این آیات رو براتون میارم. اجازه بدید تو دور بعدی، اجازه بدید خواهش خواهش منم با من که به هر حال الان اونجا یه ستاره سبز این بالا داریم، اجازه بدید یه خورده بعضی جواب بپرم. مثلا عرض کنم به خدمت شما که این دوستانی که میگن که اونجا لغت معنیش همچین چیزی نیست و نوازش هستش و چوب مسواک هستش امثال هم، عرض کنم به خدمت شما فکر کنم آیه 44 سوره صاد باشه اگه اشتباه نکنم، که در مورد حضرت ایوب هم هست، که من متن فارسیشو براتون میخونم، که گفته دستی از چوبهای باریک به دست گیر و بر تن زن خود که بر زدنش قسم یاد کردی بزن. اجازه بدید عزیز من، بذار من دارم میخونم برایش چی رو نگفته، من دارم ترجمه همین فقهای شما رو دارم میخونم، من که خودم واقف عربی که نیستم که زبان جدید دید. آقا من فقها رو دارم عزیز من، خب شما قبول نداری، 1 میلیارد دیگه کسایی هستن که به حساب به یک سری مؤمن اعتقاد دارن، حالا شما اعتقاد نداری قضیه جداست، خب میتونی بعدش شخصی خودت رو بکنی، ما اینجا داریم صحبت میکنیم حساب صحبت کلی داریم میکنیم، بحث نظر شما نیست، متوجه این دوست عزیز؟ پس اونجایی که اون دوستانی که عرض میکنه نظر من نیست عزیز، من دارم نظر فقهای شما رو دارم میخونم دوست عزیز، بابک داره اصلا نظر من نیست میکنه. من دارم آیه رو، این آیه رو دارم برای شما میخونم فارسیشو، حالا باور بفرمایید روخانیش نیست، اگر میخواید بابک جان ادامه بده، بابک جان ادامه بده، عرض کنم که خب دیگه اصلا ندارم کجا بودم حالا اصلا، آره بزن و عهد و قسمت و عهد و قسمت را نشکن، ما ایوب را بنده صابری یافتیم، نیکو بنده ای بود که دائم رجوع و توجهش به درگاه ما بود، همین، این خلاصه بود، اتفاقا متن انگلیسیش هم هست، آلمانیش هم هست، عربیش هم هست. بفرمایید بابک جان، یه نکته کوچیک من بگم فقط بزنات من یه باز میخوام پیدا کنم، خواهش میکنم بفرمایید، از میخوام این دوست من در واقع این از ربو خونه من شرمنده هم ببخش یه چیزی من بگم، اگرم خواستید همین الان هم میتونم ترتیلشو بذارم دوستان بشنون، هم ترجمه مکارم شیرازی هم با صوت بذارم دوستان بشنون که دقیقا متوجه بشن که دمدو کدوم آیده داریم صحبت ترتیلش آقا شما خودت فردی کرمیت جان عرض به حضورتون، ببینید این من زیاد دیده بودم از رب و هنر رو سعی میکنن در واقع با تاکید میکنن دوستان روی ترجمات یا کلمات مختلفی که معنی مختلف دارن تاکید میکنن، یا روی آیه قبل و بعد چیز میکنن، دیدم که بعضا سعی میکنن که چیزو بالا پایین کنن، ولی دیگه واقعا این دوستمون که دیگه اصلا مرزهای عوض کردن معنی کلمات رو چیز کردن، زنها رو نسا هم گفتن زنان نمیشه، قطع هم که قطع نمیشه، ببینید اصلا فرض کنید من عربی بلد نیستم، اینکه آقای منصور فرمودن بله متاسفانه تفسیر به رأی بود، بله منم قبول دارم، اونجا من مراد از تفاسیر قبول، اونجا مراد از زدن زدنه، من تو با اون شروطی که من عرض کردم اونجا منظورش کش، جناب ناصر عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم میکروفوناتون رو باز نکنید، کرمیت جان بعد از کلمیت عزیز اجازه آن تموم شد کلمیت من فرام بذارم این ترتیل این آیه رو میخواستم بعد بزن بعد صحبتت بذارم با ترجمه شو که البته. برای دوستان این پایین هستن ممنونم عرضم به حضور شما ببینید مثلا فرض میکنیم اصلا من عربی بلد نیستم
فرض میکنیم من آیه قبل و بعد رو هم نخوندم، تمام این چیزایی که شما فهمیدون نمیدونم، ولی به هر حال اون مترجمین و متخصصینی که قرآن رو ترجمه کردن اونا قطعا هم به عربی احاطه دارن، هم به احادیث، هم به آیه قبل و بعد رو مطالعه کردن، هم شأن نزول رو میدونن، تمام این مواردی که میفهمیدون میدونن. بعد علی رغم این باز هم اون شخص میاد در واقع چیز میکنه، ترجمه میکنه، میگه بزنیدشان، ترجمه میکنه قطع کنید دستشون رو، ترجمه میکنه تجاوز کنید بهشون. دیگه اونها که دیگه من بی سواد مثلا عربی چیز نیستم که. بعد شما میفهمید مثلا فرض کنید نساء میشه زنان، نمیشه معنیش میشه اموال شما. پس شما میفهمید مثلا تو نهج البلاغه وقتی حضرت علی گفته زنها عقلشون ناقصه، منظورشون بوده اموال شما عقلشون ناقصه. این چه تفسیریه که شما میفرمایید؟ باز بخوام فقط خواستم جواب بدم خدمت شما. اجازه بدید من قبلش اجازه بدید من آینه رو این آیه رو ترتیبش رو پخش کنم برای شما که شما هر دو رو جواب بدید. بابک من یه چیز بگم، من همه عربیامو با 10-12 پاس کردم و کمتر. اوکی من برای دوستانی که به عربی من جفتش هم عربی هم فارسی میذارم، یه یک دقیقه بیشتر وقت نمیخوام، بعدم دیگه سکوت میکنم حرفی نمیزنم اصلا. ممنون. ببخشید یه لحظه چرا الان ما رو مجبور میکنید که اون صوت رو بشنویم؟ این بله من ناراضیم. من بتونم بخش فارسیش رو بذارم حداقل گوش بدین؟ اوکی چشم. ما به او گفتیم بسته ای از ساقه های گندم یا مانند آن را برگیر و با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن. ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده بود. بله این ترجمه مکارم شیرازی بود که به هر حال خواستم تو جریان باشید. من سوال می‌کنم و خوش آمدم میگم به دوست عزیزمون آقا علی عزیز که بعد در خدمتشون هم خواهیم بود. خب اوکی بریم. امیر جان 30 ثانیه فقط. آره چون دوستان خیلی وقت منتظر. ببینید این دقیقاً همون جاییه که میگم برداشتن اشتباهه. داستان اینجا بود که به زن ایوب به صورت زنا زده بودن، بعد ایشون باور کرده بود، معصوم نبود، باور کرده بود، قسم خورده بود 70 تا شلاق میزنه، خدای قانونی گذاشت که 70 بند شلاق رو به هم دیگه بتابون، یک بار باهاش این 70 تا رو بزن، که تو دادگاه ها هم بعضی وقتا قضات این کارو میکنن، یه اسمی هم داره الان عربیش یادم رفته، مال اینه که هیچ دردی هم نداره، شما 70 تا بند شلاق رو با هم ببندن یه جا بهتون بزنن درد نمیاد. واسه این بود که هم قسم انجام بشه هم درد نیاد. مثلا این بحث زدن نیست، میگم آیات رو نمیدونین همینجوری یه چیزی برداشت میکنین. ممنون عزیز. بحث من سر اون فعلی بود، اون کلمه زدن بود که در اینجا هم اومده و دقیقا زدن ترجمه شده. بله اون زدن واسه تخفیف مجازات بوده که مهم نیست به چه علتی. میخوام بگیم تو اون سوره مائده هم دقیقاً به همین صورت، اونجا هم معنی زدن بود. 50 تا بند و با هم دیگه بردار به خودت بزن، 50 بارم تک تک بزن ببین کدومش درد داره. آقای محترم ایشون گفتن زدن به معنای دوری کردن است. بابک خواست بگه زدن زدنه. بله ایشون فقط خواستن بگن زدن به معنای زدنه. اون زدن که تو آیه فضلبون هنره به جای لشکرکشی و همدیگر رو کشتنه. امیر آقا اون زدنی که خشک زده میشه و روغن اویلا نداره از همه بدتره. نخوردیم ما هنو. آره اوکی بچه دوستان بریم سوال دوستان. بنده از همینجا اعلام میکنم کیرم تو هر کی عقاید اسلامی پذیر مادر کی هست بفرستیم پایین. منو میون دک و کوری توله سگ برچی میوت میکنی آه حیوان گوسال ریدان کلابای ما میان خیلی اصلا مراقب باشین لطفا. ممنونم از نکتت. آقای آرش بچه مدیراتور لطفا ریپورت کنن. مرسی. آرش سعادت بفرمایید. درود دوستان خسته نباشید. در رابطه با صحبت جناب ناصر عزیز که فرمودن یه مالی ریزی کشیدن گفتن نه، اول اینکه زدن کلا کار درستی نیست، ولی خب ایشون گفتن نه خیلی آروم نوازش، یعنی اصلا خیلی آروم هیچ خطش نیفته، بعدم فرمودن که نمیدونم درد خوندن قرار میکنیم حالا طبق این تفسیر خودشون میگم ما اومدیم و قرار کردیم بعدم خیلی آروم ملایم ایشون رو نوازش هم کردیم. آیا این جواب میده؟ یعنی این راه حل الله بوده دیگه، این جواب میده؟ بابک صحبت داری؟
نه ببخشید من میکروفون دستم خود باز شد، ببخشید. خواهش میکنم. آقای آرش سوالتون از شخص خاصی بود؟ از خود جناب ناصر خان بود. بله. برمیگردیم حالا با آقای ناصر. فرخ شما صحبت داشتی؟ بله ببخشید من دو دقیقه. تو اینجا ما صحبت شدیم. حتما دو دقیقه بعد سامانه. نه دقیقه هم نمیخوام. همون 30 ثانیه من فقط میخوام یادآوری کنم. من یه چیزی گفتم. گفتم کاتالوگ. یه مثال خیلی واضح هم زدم. دوستان هر می دارن هر کی واسه خودش داره تفسیر. آقا کتاب شیمی، کتاب ریاضی. شما حق داری بیای بگی آقا انتگرال این هم اینجوری میشه. مشتق این میشه دو به توان دو میشه 6. آقا هر چیزی تخصص داره، ملت میرن 20 سال 30 سال درس اینو میخونن تا بفهمن تازه چی به چیه. ممنون فرخان. بیا اینجا بگید همینجوری اضربونه، این میگه زدنه، اون میگه فلانه. ممنونم. سامانه جان سلام به همه. اولا که اگر این کتاب برای راهنمایی بشر اومده دیگه اصلا چرا باید من برم از صفر اون بچه‌ای که 10 سالشه 9 سالشه 7 سالشه مجبورش میکنین که این قرآن رو یاد بگیره، دیگه اونم باید بفهمه تا اونی که حالا دوست داره میره درسشو میخونه. دوم بر این که اصلا میخوام بدونم تو قرآن تو هر جایی اومده گفته زن اله بله، حالا شما داریم میگین که اگر زن تمکین نکرد اون چیزایی که خودتون دارید، مگه مرد چی کار است؟ اصلا چرا باید مرد برای من تصمیم بگیره؟ اینو چرا قرآن همش میگه؟ چرا حضرت علی شما تو نهج البلاغه صراحتا اعلام میکنه زن ناقصه به دلیل قاعدگی، عقل نداره چون شهادت 2 تا زن برابر 1 مرده، بهره‌مندی های زن ناقص و کمتر از مرده به خاطر اینکه میراثش نصف مرده. اینا رو از کجا میارین میگین؟ چرا اصلا اون قرآنی که دارین اینقدر میگین که نه برو بخون آیش و فلان کن، شما نمیفهمی، آقای سلطان شکر میفهمه برای من ترجمه میکنه، قرآن برای چی باید برای من یه مرد تصمیم بگیره؟ چرا چه چیزی وجود داره در مرد که من زن ندارم؟ تشکر میکنم سامانه جان ازت، حرف دل منم زدی. خانم پریسا سلام به همه دوستان. من میخواستم اول این نکته رو بگم که همین که ما به نظر میرسه که تو این بحثا یادمون میره که این احادیث یه طرفه برای زن، یعنی این دستورات برای زن گفته شده و میایم درگیر این بحث میشیم که حالا توجیه کنیم زدن بوده یا زدن نبوده. مثلا اگه به این صورت بود که اگر در هر ازدواجی هر کدوم دیگری رو اذیت کرد اول برن پیش حکم، دوم از هم دوری کنن یا فلان، این خب قابل قبول بود. اما به این شکل، یعنی ما اومدیم پیشفرض پایین بودن زن رو پذیرفتیم، بعد داریم حالا چیز میکنیم که تا چه درجه‌ای میشه اونو تنبیه کرد. ما فکر کنم به این نکته باید تو بحثا توجه داشته باشیم. یکم این که راجع به همین در واقع آیه، من در آتئیست نیستم الان اومدم اینجا، ولی این برای من خیلی همیشه مسئله بوده. ببینید الان من تازه یال تو کلاب هاست میشم توجیه میکنن که خب این آخرش میگن که یه تلنگری بزن. ببینید این از نظر منطقی و لاجیک درست نیست. چرا؟ چون قبلش همه راههایی رو که برای تلنگر زدن بوده به صورت منطقی رفتن. مثلا الان یه آقای گفتن ازش دوری کن، در حالی که دوری کردن اول گفته شده توی اون آیه به ترتیب، یعنی این دوری کردن اتفاق افتاده، حکم آوردن اتفاق افتاده، حالا آخرش در واقع میگن حالا هیچ کاری از دستت بر نمیاد پس بزنش. من فکر میکنم این همه انرژی که دوستان علاقمند ما به اسلام میذارن که اینا رو واقعا به این شکلهای خنده‌دار توجیه کنن، خیلی ساده بیان بگن بابا این برای اون زمان قوانین خوبی هم شاید بوده، شاید یه مثلا یه مردی اگه زنش یه روز مثلا حالا چه میدونم حالا تمکین جنسی نمیکرد میرفت طلاق میداد 4 تا بچه بی سرپرست میکرد، اینا گفتن جلوی ضرر رو بگیریم. اما الان که واقعا مخصوصا فقهای شیعه میگن، من دارم از یه دیدگاه وسط صحبت میکنم که میگن ما میتونیم به زمان مطابق کنیم، چرا نمیان بگن که
بیایید ما چون الان این آقایی که قبل من صحبت کردن آقای فرقانی داشتن مسائل روانشناسی جدید از اون تو در میآورد، شما نمیتونید این کارو بکنید که اینا همه تفسیرهای فردی شماست. اگه شما میخواید به روانشناسی جدید اکتفا کنی دیگه نمیتونی اون ضربهشو میخوای چیکار کنی، بعد مجبور میشی بریم به بافتن این که این کلمه فعلش یکیه و ذهن من اینو میگه و فلان، تفسیر شما رو کی قبول داره؟ یه دونه قرآن شما نمیتونی چاپ کنی با تفسیر خودت، هرچی که چاپ شده از 100 تا مرجع باید بگذره و اون چیزی که همه فقها فعلا قبول دارن اینی که بزنیدش. حالا اگه شما یه نظری دارید باید تشریف ببرید هر جا حوزه، هر جا به اون مرحله علم برسید که بتونید قرآن ترجمه کنید و تفسیر کنید، هنوز که نمیتونید. پس چرا میخواین اینو ما رو قانع کنید که نه اینجوری نیست؟ یه روش عاقلانه تجربه میگه بزنید همین الان. نه عذر میخوام، اجازه بدیم وسط حرف من نه شما بیایید، یکم شجاعت داشته باشید به این که بترسید. عذر میخوام، اجازه بدیم من حرفم تمام بشه. خودت شاید میترسید که خودتونو با بزرگ، یعنی این کاری که میکنید مثل ریشخند کردن و کلاه سر بچه گذاشتنه و واقعا زیبنده آدمای قرن 21 نیست. حالا اگه شما بیاید بگید به نظر من اصلا این قسمتش نباید الان اجرا بشه، مال اون موقع بوده الان نباید اجرا بشه، یه صلحی بین خودتون و بقیه و مسلمان ها همه ایجاد کنید به جای اینکه بدتر ایجاد. ببینید چقدر پیام منفی میاد، چقدر نفرت میاد که او حالا این حرف که زدن تازه هم داره مثلا دوباره ما رو ببخشید خر فرض میکنه. ممنون. ممنونم از شما ناصر. جان از خواهی میکنم، من میتونم فقط یه چیزی، یه مثالی برای این زدن، یه مثال عینی که برای در رابطه با زدن من بگم خدمتون. عزیزترین کس من واقعا من باش تو دادگاه بودم خدمتون عرض بکنم، شوهرش زده بودتش، وقتی که قاضی بهش گفتش که به قاضی برگشت گفتش که قاضی منو زده، بعد برگشت گفتش که جاش که نمونده، پزشک قانونی چیزی داری؟ گفتش که نه ولی منو زد و میزنه، میدونه چجوری بزنه منو که جاش نمونه. قاضی دقیقا آیه قرآن رو خوند که طبق این آیه اگر جاش نمونه میتونه بزنتت. به همین شیرونی. آقای ناصر 2 دقیقه، 1.5 تا 2 دقیقه. عرضم به محضرتون که ناکنید من به عنوان یک کسی که در این حوزه تحصیل کردم نمیتونم چیز رو به اسلام تحمیل بکنم، چه در جهت نمیتونم اسلام رو آراسته بکنم، زیور رو بهش بچسبونم، نمیتونم خدای نکرده اتهامی رو متوجهش کنم. اون در اون آیه مراد از زدن همون واقعا ضربه و نه کناره گیری، من تو با اون شرایط و تفصیلاتی که من عرض کردم، من گفتم باید این بین مفهوم شقاق و نشوز تفاوت قائل شد. نشوز مراتبی داره، کما اینکه نشوز برای مرد هم ثابت هست. راجع به کشتزار بودنم عرض کردم، اون یک امر در مقام بیان یک امر تکوینیه نه تشریعی. آیات قبلش راجع به کنارگیری از بانوان محیض، بانوانی که عادت ماهانه شدن بوده، و بعد میگه اگر حیض برطرف شد میتوانید با خانماتون نزدیکی کنید و اون نطفه پذیر بودن خانمها رو در این ایام بهش اشاره میکنه. و اما راجع به فرماشد خانم سرکار، خانم سمانه فکر میکنم یا حالا اسمشون رو فراموش کردم، که فرمودند مرد چی کار است که تو زندگی برای ما تصمیم بگیره. کاملا درسته، مرد مطلقا حق نداره به زنش نظری رو تحمیل بکنه. قرآن میگه آشروهن بالمعروف، مرد میبایستی مطابق معروف، مطابق نیک با خانم، اخلاق نیکو با خانمش سلوک زناشویی داشته باشه. جای دیگه میفرماید اصا ان تکرهو شیئا فهو خیر لکم، این خطاب به آقایونی که از زناشون دل سرد شدن، زناشون اذیتشون میکنن، میگه چه بسا چیزی رو شما بد بدونید اما اون برای شما خوب باشه، مبادا این خانم رو طلاق بدی ها، مبادا باش ترش روی کنی ها، چه بسا این اخلاق بدی داشته باشه ولی خدا تو اون یک خیر زیادی برای تو قرار داده باشه. زن مطلقا فرمان بردار مرد نیست. این تمکینی رو که عرض کردم تمکینی امر طبیعیه. وقتی مردی زنی رو میگیره یا زنی با یک مردی پیمان زوجیت بینشون برقرار میشه، باید نیازهای جنسی همدیگر رو ارضا بکنن. بله اگر خانم عذری داره با استناد به قاعده لا ضرر و لا حرج میتونیم بگیم در یک ایامی میتونه تمکین نکنه. مثلا خانمی که زایبست حمل کرده، چه بسا مدت 6 ماه به خاطر اون اختلالات هورمونی، به خاطر مشکلات روحی نتونه تمکین بکنه، هیچ حرجی به خانم نیست. آقا هم حق نداره بهش تحمیل بکنه، چون خانم یک خصوصیت فیزیولوژیک داره.
از این جهت عرض کردم. کما که مرد هم موظف عرضم به محضرتون که به نیازهای جنسی خانم توجه بکنه و اگر توجه نکنه مشتاق ناشزه آقای علی و آسی باید باش برخورد بکنه. سلام باید بریم. من نمیدونم چرا بالا آمد. من الان اصلا میبینم بعد از خانم سنگ باید علی آقا صحبت کنه. نه من باید صحبت کنم. من واقعیتش چند بار شما صحبت کرد. من رفتم بیرون بعد برگشتم حالا دیدم اصلا نوبت من هنوز نشده. حالا اگه بخواییم صحبت نمی کنم بعد... خب اوکی شما صحبت کن بعد از شما آقا علی اجازه هستش آقا فریبا صحبت کنم. نه آقا علی صحبت کنم من بعدشون صحبت میکنم. وقت همگی به خیر باشه. ممنون از این که اجازه صحبت به من دادیم. عرضم به خدمتون چه ما دیشب توی روم دیگه هم خدمت آقای ناصر بودیم. خدمت ایشون هم باید عرض کنم که منم دروس دینی خوندم و مسلمان صادق هستم و آتئیست امروز. دیشب هم یک سری مطالب رو مطرح کردم که ایشون به من گفتن که بمونید تو روم تا پاسخ بدم، ولی خب من هرچی موندم شما رفتیم. از مادریتون ها هم پرسیدم ولی کم که گفتم من رومو گم کرده بودم. آره گم کردم رومو نتونستم پیدا کنم. عذرخواهی میکنم. حالا اینجا در خدمتتون هستم. پیرو به فرمایشی که دیگه دوستان فرمودن که ضرره و یه چیز دیگه ترجمه کردن، این اولین باره که من میشنوم همچین چیزیو. هیچ کدوم از علما و فقها همچین ترجمه ندارن. ضربه کاملا به معنای زدن هست و اینکه شما لطفاً اشتباه نکنین، از خودتون چیزی رو اضافه نکنین. آقای ناصر هم اینو قبول کردن. تنها چیزی که فقها تو این آوردن اینه که این شدتش باید در حدی باشه که بدن زن سرخ یا کبود نشه. مطلب بعدی اینه که موضوع تحقیره. موضوع اینه هستش که شما دارین یک انسان رو تحقیر میکنین. درستم یکم شرایطم شرط خوب نباشه، صدا خوب نباشه. موضوع تحقیر هستش. شما دارین یک فرد رو تحقیر میکنید با این کار. بر اساس چه حکمی یک مرد اجازه پیدا میکنه که یک زن رو تحقیر بکنه؟ دوستان دارن آیاتی رو میخونن که آیاتی که حالا ظاهرن آیاتی که به نفع خانم ها هم باشه. دوست عزیزم فهمیدن که هیچ اجباری نیستش. اگر اجبار نیست پس چرا میگه روایت ها رو که قبول داریم که حتی شما و به خانم ها میگه، میگه حتی شما زمانی که روی شطور هستین مرد شما نیاز جنسی داشته باشه شما باید اون نیاز رو برآورده کنید. یک سری مطالب دیگه هم دوستان دارن میگن جدیدن، این پویایی فقه شیعه و یا افرادی مثل این آقای آقامیر جدیدن اومدن. دیشب هم گفتم اینو، ما در اسلام یه چیزی داریم به نام حلال محمد، حلال ابدا لا یوم القیامه و حرام و حرام ابدا لا یوم القیامه. کتاب کافی شیخ کلینی جلد یک صفحه 58 اگر بله صفحه 58. پس اینی که شما هر روز بخواید آیات رو هر جور که دوست دارین جا به جا بکنین اینها نمیشه و متاسفانه ما یک آیه هم نداریم که حالا شما بخواید این آیه رو تطهیر کنیم و آیات دیگه بمونه. آیات بسیار زیادی در قرآن وجود داره. سوره بقره آیه 282، یک مرد در مقابل دو زن، یعنی دو زن جایگاهشون و ارزششون در مقابل یک مرد هستش. سوره بقره 223، زنان شما کشتزار شما هستن. و اینها آیات بسیار زیادی وجود داره. اگر با اینها رو پاسخ دادیم عزیز، من تا صبح برای شما این آیات رو میخونم و پاسخ شما رو هم میشنوم و تمام اینها وجود داره. شما نمیتونید آخه آیه رو بر اون جور که خودتون میخواید معنی کنید. شما الان من نمیدونم دوست فهمیدن که جواب بدین. اگر ضربه رو شما به معنای زدن فیزیکی ترجمه نمیکنید، من دیگه اصلا دیگه جای صحبتی باقی نمیمونه. که علی جان تو 30 ثانیه جنبندی میکنی؟ مرسی. بله من جنبندی میکنم. سوره نساء آیه 15 میگه زنان، زنی که حالا یک اشتباهی کرده، میگه اون زن وقتی که مشخص شده شه اون زن یک اشتباهی کرده با کسی دیگه ای بوده به معنای فحشا، در خانه حبسش کنی تا مرگ او فرا برسه. و آیات بسیار زیاد دیگه ای هستش. اگر دوست داشتین دوستان الله
خواستین آیات دیگر هم بگم. ممنون از این. تشکر میکنم علی جان. آقای مسیح. با سلام به همه دوستان. یه آیه هست که من با یه صحبتی که دوستان کردن آقا ناصر بودم. جناب مسیح صداتون خیلی کمه. الان صدا خوبه؟ یکم بهتر شد. از توی سیتینگ اون سطح نقطه بالا میتونین درجه صداتون رو بالاتر آدیو کوالیتیتون رو بالا ببرید. من معذرت میخوام، حالا سعی میکنم سری بعد حتما با یه وسیله ای صحبت کنم که کیفیت صدا بهتر باشه. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای ناصر، یه آیه داریم، خیلی هم آیه مشخصیه. این آیه باعث شده که مشکلات خیلی زیادی برای جامعه زنان مسلمان دنیا پیش بیاد. راجع به ایران من صحبت نمیکنم چون ایران یه فرهنگ خاص خودش هم داره، ولی معمولا کشورهای اسلامی غیر از ایران فرهنگی در واقع ندارن یا فرهنگشون خیلی کمتره به غیر از اون قسمت اسلامیش، یعنی بیشتر حل شدن در اسلام، ولی ایرانی‌ها یه حالت استقلال دیگه هم دارن. اونم اینه، الرجال قوامین علی النساء. این آیه به راحتی داره به مرد اجازه میده که زن رو عنوان یک چیزی که متعلق به خودش هست تحت سیطره خودش در بیاره. یعنی خانم هنگام میکروفونتون رو میبندین؟ یعنی زن برای گرفتن پاسپورت باید از شوهرش اجازه بگیره. حتی مادر یک فرزندی که توی خونه هم بزرگ شدن، مادر باید از پسر بزرگ خانواده وقتی شوهر فوت شده اجازه بگیره برای مثلا خارج شدن از کشور. این قوانین ایرانه. یعنی حتی مادر من یک قیم نیاز داره، تا سن 60 سالگی، تا سن 70 سالگی هم مادر من یک قیم نیاز داره. اگه یادتون باشه یه فیلمی هم ساخته بودن به نام فیلم خواستگاری، شما اون فیلم رو اگه نگاه کنید طنز تلخی توشه. اون مادری که از همه عاقل‌تر و از همه بالغ‌تره نیاز داره به یک بچه‌ای که براش حکم تعیین کنه. یا یه آیه دیگه هم هست توی سوره طارق درباره به وجود اومدن انسان، میگه که میگه انسان را از آب جهنده‌ای آفریدی. و متاسفانه توی ترجمه‌های 100 سال گذشته صلب و ترائب رو به صورتی دارن ترجمه می‌کنن که زن رو هم شامل بشه، در حالی که شما اگه به ترجمه‌ها و تفاسیر دوران غزالی مراجعه بفرمایید، یعنی زمانی که علم بشر به اونجا نرسیده بود که آب منی از چیه، می‌بینید که تصور بر این بوده که این آب منی اولا از کمر هست که از کمر نیست، و ثانیا هیچ صحبتی راجع به زن نمیشه، یعنی وجود انسان از مرد هست یا از شوهر است. نتیجه این چیه؟ اون که نتیجهش این شد که مرد حتی میتونه برای پاسپورت اعلام نظر کنه. نتیجه این آیه هم این شد که حق حضانت فرزند رو به کی دادن؟ حق حضانت رو به مرد دادن، به شوهر دادن، و زنها از مادر شدن خودشون محرومن. خیلی ممنون، تشکر میکنم. جناب آقای مشتبه سلام، وقتتون بخیر. ممنونم که من رو به استیج دعوت کردید. من چند تا نکته خلاصه عرض بکنم. من حس میکنم که بسیاری از مطالبی که مطرح میشه، چه در مخالفت با اسلام چه در حمایت کردن از اسلام، تک تک نیاز به مقدمات فراوانی داره که اصلا زمان اینجا امکان مباحثه رو از ما میگیره. اما خلاصه خواسته باشم یک نقدی وارد بکنم، اون همین هست که همینطور که دوستان مدافع مطالبی رو پیدا میکنن در نقد اسلام که زن رو یک موجود کوچک و زیر سیطره مرد می‌بینه، همونطور هم امثال آقا ناصر و حالا بنده که درس طلبگی می‌خونم، همینطور مطالبی برای دفاع وجود داره. منتها من تعجب می‌کنم که آیا ما به دنبال حقیقت اسلام و احکامی هستیم که مراجع و علمای اسلام میدن به عنوان چیزی که استناد می‌بینیم به سبک زندگی اسلامی، یا نه می‌خوایم دنبال ایراد گرفتن به متون باشه. خب اگه ایراد گرفتن به متون باشه، اشکال علمی باشه، ایراد نداره، اما به شرط اینکه مقدمات منطقش هم طی بشه. کمان که اگر که من در مورد فلسفه ملا صدرا، نظریه وحدت وجود یا سایر نظریات علمی ریز برم یه تیکه از اون قسمت رو از اون علوم بردارم بیام اینجا بحث بکنم، بگم اینجاش خرابه و زمانی هم نباشه برای تیک کردن مقدماتش، طبیعتاً نه به نتیجه میرسم نه قانع میشم. اما من اینجا حس نمیکنم کسی دنبال احکام و سبک زندگی اسلام باشه. مثلا خانم سمیم میگم که توی دادگاه مثلا فلان قاضی به فلان استناد مثلا گفته اگه نه کبود نشه ایراد نداره، مثلا خواهرتو بگیره حتی مثلا خیلی هم خوب بزنتش. اما مطلقا به نظر علما یا حتی همون مراجع به لحاظ اخلاقی فلسفی نیست و هیچ کدوم تایید نمی‌کنن همچون حرکت خباثت آمیزی رو بازن. یا در جاهای دیگه
من فقط همین نقدم همین بود که اگر نقد علمی جایگاهش مشخص بشه، اگر نقد به معنی و عبارات و واژه های قرآن کریم مشخص بشه، تا به تبع بتونیم جواب بهتری هم براش بدیم. اما اگر که نه، نقد به صداشون من ندارم، دارین شما؟ کام اسلامه که خب خودشون بگیم مثلا بریم بگیم فلان مرجع گفته آقا حمله کنید به عنوان کسی که حداقل سایر مراجع به عنوان ولی فقیه قبولش دارن و به نوعی استعلا داره به علمای اسلامی، چقدر در مناسب مختلف از زنا تعریف کرده، چقدر جایگاه مادر، زن، دختر و اساسا بانوی چه ایرانی چه بانو رو بالا و والا تعریف کرده، من اصلا نمی کنم دیگه جایی برای اشکال کردن به احکام بمونه. بله اگر به قوانین اراده خب بحثش جداست، اگر به اجرا اشکال بحثش جداست، اما اسم کنم اینجا مباحث خیلی خلط میشه، البته اگر که به دنبال حق و حقیقت باشیم، اگرم که نه به دنبال تمسخر، توهین و ایراد مندرآوردی وارد کردن باشیم که خب بحث واضحه. ممنونم که اجازه صحبت کردم. من 30 ثانیه میتونم صحبت کنم. یه لحظه قبلش معذرت میخوام، قبل از اینکه دوستان صحبت کنن، من یک نکته خارج از مربوط به موضوع اتاق نیست. دوستان عزیز، ما اینجا مسئول گفته های دیگران نیستیم، ولی به عنوان مدیران این اتاق و بخش در واقع کلاب جمهوری بی خدایان باید اجتناب کنیم از برخی مسائل، مثلا اینکه دوستان گفتند که زنان مسلمان در جامعه های دیگر فرهنگ ندارند. بهتر بود گفته میشد فرهنگ متفاوت دارند. ممنونم از توجه هم. بله من عذر میخوام، متاسفانه من اشتباه کردم، منظور من بود فرهنگ مستقل از فرهنگ اسلام. خواهش بکنم. سامانه. بله من خواستم فقط خدمت این آقای فکر کنم رفتن نه هستن، این آقای مشتبه به من بفرمایید که... بله به من بفرمایید که قوانین جمهوری اسلامی از رو چی نوشته شده؟ قوانین صفر تا صد قوانین جمهوری اسلامی از روی قرآن و قوانین اسلامی نوشته شده و این که شما بیاید اجازه بدید من حرفم تموم بشه و این بله. که شما بیاین اینجا اعلام بکنید که نه اگر اون قاضی این حرف رو زد بر اساس این بود که خودش تشخیص داد، هیچ کدوم از علما نه خیر، تمام علما هم نظرشون بر این هست که زدن زن مشکلی نداره، شما میتونید مثل یه کیوانی که میزنید نه خیر، اجازه بدید من حرفم تموم بشه اجازه بدید من حرفم تموم بشه شما میتونید زن رو مثل یک حیوان، مثل یک موجودی که حالا باید شما برش تصمیم بگیرید. بله شما باید آقای فرقان چرا این کار میکنید جناب فرقان؟ من کسی وسط حرف شما پرید این همه تعابیر مختلف داشتید و آسمون ریسمون بافتید و اصلا کلا یه عربی جدید در آوردید. ای بابا سامان 10 خانم، آقای فرقان چند دقیقه پایین حضور داشته باشه تا حرف سامان خانم تموم شه. اصخایی میکنم فقط عرایزم همینه که قانون جمهوری اسلامی از روی قوانین اسلامی نوشته شده و اگر قاضی حکم میده بر طبق قانون اسلامی و بر اساس قرآن حکم میده دیگه، بقیهش فکر میکنم مغلطه و سفسطه هست. ممنون سامان بفهمید. خانم آقای فرقان من حالا اصلا آقای فرقان عزیز یک صحبتشون رو بکنم بس ندارد این که هر کسی سوال یا اشکال داره گوش بدیم به حرفش. نه من یک چیز من اجازه بدید حالا بعد از توضیحات من اگر که مدیر تو اجازه بدید شما صحبت بکنید. خانم سمانه من این گزاره رو صحیح نمیدونم که بله ابتدای حرف درسته که قرار است قوانین جمهوری اسلامی ایران منطبق بر علوم دینی و احکام اسلامی باشه، اما هیچ کس تا حالا ادعا نکرده که طابق و نعل به نعل هر قانونی هر جا نوشته شده و هر جا اجرا هم میشه دقیقا همون حکمیه که پیامبر اسلام در صدر اسلام و ادامهش نازل کردن و اون با اجرا میشه. آقای مشتبه قرآن نه پیامبر اسلام، کلام قرآن، خود کلام. بله بله همون رو عرض میکنم، بله همون رو عرض میکنم. من نکتم فقط در مورد قوانین که خانم سمان فرمودن پاسخم این هست که سعی این هست که منطبق باشه، اما شما خودتون میبینید بسیار از قوانینی که مجلس تصویب میکنه که بسیار از حقوقدانان که توی مجلس هم هستن و
و بسیاری از روحانیونی که تو مجلس هستن دستیدین خوندن، اما شورای نگهبان رد میکنه. بسیاری از قوانینی که حتی اوایل انقلاب تصویب شده، شورای نگهبان بر اساس اشکالاتی که در دوران زمان به وجود میاد اونها رو ملغا میکنه و دوباره بازنگری میکنه. لذا پاسخ من این هست که اگر دقت بشه به نظرم پاسخ قانون کننده خواهد بود. سعی این هست که حکومت بر اساس دین اداره بشه و بر اساس احکام اسلامی اداره بشه، اما هیچ کس ادعا نکرده تا حالا هر جا هر قانونی توی جمهوری اسلامی اجرا میشه 100% اسلامی خواهد بود. و اساسا مادامی که ما فردی رو نداشته باشیم که معصوم باشه، و حالا من نمیدونم طبیعتا همه آشنا، مادامی که دولت مهدوی شکل نگیره و کسی نباشه که نماینده مستقیم و تام و اختیار خدا روی زمین باشه به عنوان یک امام، ما همچنین دولتی نخواهیم داشت. اما سعی این هست که با اون سمت حرکت کنه. این پاسخ اولم. پاسخ دومم در مورد اینکه اون قاضی مثلا، یعنی شما آقای خامنه‌ای را میبرین زیر سوال دیگه الان؟ خیر، نه خیر، من آقای خامنه‌ای رو زیر سوال میبرم. به استناد خود گفتم آقای خامنه‌ای ایشون ولی فقیه هستن. بله اجازه من صحبت کنم، اجازه نمیدونم حرف بزنم. ولی مطلقه فقیه همون دیگه. ولی مطلقه فقیه یعنی امام زمان در زمان حاضر دیگه. یه تعبیر تفاوتی داره، حالا کار ندارم. من صحبت الان سر ولی مطلقه یا آقای مقید فقیه نیست. به استناد حرفای خود رهبر انقلاب، خود آقای خامنه‌ای، حکومتی نیست که 100% قوانینی که توش اجرا میشه اسلامی باشه. این حرف خود آقای خامنه‌ای، ادعای فراتر از این هم نیست. این حرفی هم که زدم ما در دولت مهدوی فقط هست که میتونیم ادعا بکنیم که قوانین 100% اسلامی خواهند بود، حرف خود آقای خامنه‌ای. من حرفی خلاف حرفیشون نزدم. پاسخ دوم کوتاه عرض بکنم. پاسخ دوم هم این هست که ما جای در جای مختلف تو سیستم های مختلف توی ارگان های مختلف میبینیم که قانون یه چیز، فرق اون حرفی که میزنه یه کاری که انجام میده یه چیز دیگه است. من حالا نمیدونم اون قاضی که شما باش مواجه شدید به چه نحوی برخورد کرده. پاسخ من به اون قاضی و رفتار بعدش و پاسخ بعدی که به شما داده بود این بود که هیچ کدوم از علمای اسلامی به لحاظ اخلاقی هستن دیگه، مرجع هستن، علمایی هستن، مدرسینی هستن، به لحاظ اخلاقی این فعلی که مرد به صورت خباثت آمیز و با زرنگی تمام بخواد زنش رو تحقیر بکنه، تمسخر بکنه، یا به گونه‌ای بزنه که کبود نشه، که بار حقوقی براش نداشته باشه، تایید نمی‌کنن. به هزار و یک دلیل ممکنه که اون، بله من جمع‌بندی می‌کنم، به هزار و یک دلیل ممکنه اون روحانی، اون قاضی فاسد بوده باشه، نظر اشتباه داده باشه، پشتوانه علمی نداشته باشه، اصلا فهم اجتماعی نداشته باشه. پس چرا شده؟ منم استاد خواهش میکنم. مرسی آقای مشتبه. ولی خب صحبت‌های شما هزار تا چرا تو ذهن ما ایجاد میکنه. کیشون رو قاضی کرد؟ بله، هر کدوم باید جدا جدا دونه به دونه، اگر که به دنبال پاسخ حقیقی باشیم، باید جدا جدا توی اون کانتکس خودش مورد بررسی. آقا مشتبه شما صحبت بله. منم یه نکته بگم بریم سراغ دوست بعدی. عرض کنم که دوست عزیز راست میگن، قوانین اسلامی که منتظر اصلا مهدی موعود بیاد. خواهش مذارم آقای مشتبه خواهش. میکروفونتون رو ببندین. بستن که 100% بعد اجرا بشه، راست میگه. عملا قوانین اسلامی الان 100% در حکومت اسلامی ایران عملا چی میگن اجرا نمیشه. تنها موردی که 100% به نظر من داره اجرا میشه نظر قوانین اسلامی همین حقوق زنانه، که 1400 سال پیش همین بوده، الان هم همینه، 100% داره رعایت میشه. زمانی که مهدی موعود هم بیاد بازم همینه. پلویس بگو. بله من مرسی، من حرفامو بیشتر شماها میزنین، فقط آقای بابک فکر میکنم داره مغلطه میکنه اینجا. چرا؟ بر اساس اسلام 100% اجرا نمیشه. الان برده زن ما نداریم، مثلا کلا برده نداریم که زنام شاملش میشن، در نتیجه کاملا منطبق با اسلام نیست. چه اتفاقی؟ روحانی اومد یک ویدیو داد پلویس در جواب تو، من خودم به شخصه دیدم اینو ولی فراموش کردم اسم اون روحانی رو، که گفتش که ما ایران رو به غنیمت گرفتیم، حمله کردیم ایران رو، به غصب کردیم و به غنیمت گرفتیم، و اینکه ما اجازه میدیم مردان ایرانی با زنانشون خانواده تشکیل بدن بهشون لطف کردیم. عدنان عزیز شما رو میشنویم.
نه اجازه بده که دوست ما گفتش که بردهداری چیزی نه عزیز دل من. اتفاقا نظر من وقتی شما همسری داشته باشی به همسر تو به خاطر اینکه با تو همخوابگی نداشته باشی به هر دلیلی، حالا دوستان عزیز مسلمان مشکلات فیزیولوژیکی و این چیزا دارن میارن، من میگم به هر دلیلی اصلا دوست نداشته به حساب بخواد همخوابی داشته باشه عملا با شوهرش، من بگم به زور بیام اینو وارد به این کار بکنم، من عملا اون زن دارم میگم برده منه، اما اسمشو خوشگل کردم کجا همسر چرا برده داری نداریم. بابک من فکر کنم ببخشید من بعد یه موضوع اینجا شفاف بگم، بابک من واقعا تو مغلقت خیلی قویه، وقتی برده داری بحثش سپاسگزارم ازت دوست عزیز، بحثش اسلام اومده حکومت اسلامی که اومد سرکار وظیفه‌ش اینه که بازارشو مهیا کنه، وظیفه‌ش اینه که نقل و انتقالات مالی اینو فراهم کنه، و الان شما میتونی ببری زن تو بفروشی توی حکومت جمهوری اسلامی؟ نمیتونی، نمیتونی کسی رو خرید و فروش کنی. در آقا پلویس یه سر تشریف ببرید مشهد مقدس در این خانه های افاف و اینا یه سری بزنید متوجه میشید که چیزی فروش مشهد به اینطور لجان تهران تو نارمک رسالت دوست عزیز ببخشید برده داری و دوست عزیز